گنج رایگان. شنوندگان بسیار عزیز، یاران شب زنده‌دار، به هر یک شما سلام و احترام تقدیم داشته آرزومند سلامتی شما عزیزان هستیم. شنوندگان ارجمند، حسب وعده، چنانی که در هفته پیش به شما عزیزان گفتیم که امشب مهمان گرامی خواهیم داشت و این مهمان عزیز ما نام نو و ناشناخته به شما نیست، شاعری خوشکلام و شخصیت دانشمند و این خانم بسیار بسیار صاحب احترامی هستند که از برنامه‌های شعر و آهنگ که در حدود 26-27 سال قبل ما تقدیم میکردم که از اشعار و کلام والای زینا استفاده کردیم و بعدن که فرصت ها میسر شد در برنامه با ما سم میگرفتن، مصاحبه های با ایشان داشتیم، اشعار والای خودشان دکلمه کردن و یک سلسله گپایی را که شنونده ها میخواستن به اونا معلومدار بیان کردن. پس خانم لیلا تیموری واحدی برای همه ما و شما نام آشنا هستن و ما امروز خوشوقت هستیم که این خانم گرانقدر و عزیز با خود داریم در لین. ببینیم که چی گفتنی های با ما دارن. لیلا جان سلام، به برنامه خوش آمدیم. سلام عرض می کنم آقای ملکیار و خوشحال هستم در برنامه پر محتوای شما باز هم سهم دارم. ما به شنونده های این برنامه سلام عرض می کنم و باید بگویم که امروز در ویرجینیا برف به شدت میباره. نکنین باز میگن برفی مسرت. ما برای دقایق برق هم نداشتیم و تا می لحظه که با شما صحبت میکنم باور کنین هوش و حواس و فکر ما به طرف هموطنان بینوای است که اینها زیر خیمه های پوسیده و روی جاده های یخ گرفته، زیر سقف های شکسته، رنج سردی و بی غذایی و بی لباسی را تحمل میکنن. واقعا اطفال پابرهنه یک لحظه هم از دیدگان ما دور نیست و همی که شما آدم هم گفتین برف میباره به فرمان خدا، برف نو از ما و برفی از شما، وقتی با ما تلفن زدین و همی جمله زیبا را گفتین و یکی از نوشته های خدا که برامی اساس نوشته کردیم برو هم با خدا آوردیم و امیدوار هستم در این هوای سرد صحبت های ما گرمی و انشالله. بله. از شما همیشه اقدر گپتان پر محتوا است که راستی به دلا گرمی میبخشه. تشکر، شما بسیار لطف کردین، مرا بسیار نی والا باور کنین لطف کردین، شما قابل ازی هستین. من دیدین که هیچ وقت بی جای از کسی صفت هم نمی کنم، یادت هم ندارم، تا ای که به من ثابت میشه که او انسان ها قابل صفت هستن. خواهش میکنم، شما لطف میکنید، شما باور کنید من نمیگم که من دیوانه دارم، نه مجموعه دارم، نه در پی ازی هستم که شهرت به نام شاعر پیدا بکنم، ولی احساس و عواطف و عشق ما به وطنم، به مردمم و به طور کل به انسان مرا وادار میسازه گاهگاهی چیزی بنویسم. چی میخواین از زیادتر بک‌گراند و پشتوانه داشته باشین از این کده؟ به به اگر ای شمی از احساس پیشه بسیار کسا می بود، بسیار چیزها دیگر رقم می شد. می فهمم واحدی آله، من فقط می خواستم که چون شما چهره شناخته شده هستین برای شنونده های عزیز ما و با کلام والای شما آشنا هستن، می خواستم بیشتر همی یک نسل شما، یکی را که خودتان آله فرمودین، یکی هم که زیاد دمی اینترنت سر و صدای مثبت بلند کرد و بسیار خانما و بسیار عزیزای تلفن کردن و از ما می خواهش کرده بودن که اگر خود خانم لیلا تیموری واحدی به برنامه بیاین و امی نصر والای خودشان بر ما بخوانن، یعنی امیر یک مزیت بر خود فکر کردن که من میگم واقعا هم هست
اگر شما همو نوشته که راجع به زن و همی حق پایمال شده زن بله. و راجع به مقام والای زن نوشته کردین، از او شروع میکنین، بازو چیزی را که پیشتر فرمودین که هم با خود آوردین، باز آساس های یکی بعد دیگه آمده میریم بله. اگر امور شروع کنین، به نظر من بسیار شنونده های گرامی داریم که منتظر ازی بودن. بسیار خوب، من این نصر به شما میخوانم، ولی باید بگویم چی انگیزه باعث شد که من بله اینه میره میخواستم دکنم. اگر یادتان باشه سال گذشته، در بهار سال گذشته، دقیقا به خاطرم نیست کدام روز، اما در ماه اپریل بود که خانم جوان را در پاکستان در منطقه سوات اینا در محضر عام دوره زدن بله. و او کلیپ ویدیو را وقتی من مشاهده کردم، باور کنین بسیار سر من یک آلت عجیب و غریب آمد، بسیار تاثیر کرد. بس چند نگاه یکی که زن با او مظلومیت بروی زمین افتیده و دو تا مرد، یکی از دستای از محکم گرفته بودن و یکی از پاهایش و مرد سیومی که از سر روش باور کنین گناه و جرم و ظلمت میبارید، این زن کم وقت دوره میزد. دیدن از این کلیپ ویدیو بسیار سر من تاثیر کرد و من خواستم پیام را به ارتباط از این برای شنونده ها و بیننده های برنامه تلویزیون که یادگاه دل است داده باشم، این مضمون را نوشته کردم. اما مقام زن و خاصیت انسان که انسان نباید قدر درنده خوب باشه در این مضمون ما گنجانیدیم. خب به اجازه یک مکس میکنیم. آها بفرمایین لیلا جان، بفرمایین. آدم بدون حوا تنها و نامکمل بود. خداوند زن را آفرید تا آدم همراز یابد و مکمل گردد. آدم به این مونس زیبا و صبور و مهربان عشق ورزید، در فراقش نالید و از وصلتش خوشنود گشت. آدم برای حوا آیات عشق را تلاوت میکرد و از حسن یار لذت می برد. عشق آدم به حوا، عشق دو موجود امنو، عشق مرد به زن و عشق زن به مرد است که در سراسر هستی، در قلب کوچک پرندگان و در دل وحشی ترین حیوان نیز موجود است. این عشق متضمن بقای نسل هاست. عشق است که خداوند آن را در دل هر موجود به امانت گذاشته است. به این عشق باید باور داشت و به آن بایست ارج قائل شد. ولی دردا و حسرتا، در این عصری که زن همگام با مرد به فضا می رود و دل کوها را می شگافد و تا عمق ابحار فرو می رود و در هر کار از خود شهامت و فراست و علم و هنر و کمالات نشان می دهد، باز هم آنجا در سرزمین ما برخلاف دین و آیین مسلمانی، دور از انسانیت و عدالت اجتماعی، زن سنگسار می شود، دره می خورد، لت و کوب می شود و چون متاع ناچیز خرید و فروش می گردد. مگر چرا؟ از تو می پرسم ای برادر، تو که لاف از دین و اسلام می زنی، آیا می دانی با مقررات ننگین و اعمال زشت که بالای زنان انجام می دهی چی به حرمتی و وحشت را برا انداخته ای؟ تو کی هستی؟ که آزادی موجودی را که حقوقش نزد خدا مساوی با توست از وی سلب نمایی؟ تو که برای زنده ماندن و حفظ قدرت و مقامت زیر دامن بیگانگان پنهان شده ای؟ تو که ریش و لباس و دستارت را بر اساس خواستهای سیاستها و قدرتها، نه بر اساس دین و مذهب، هر روز تغییر می دهی. تو که دستانت به قتل و غارت و قاچاق و آدم ربایی و زنا و لواطت ننگین و آلوده هست، حکم حلال و حرام و گناه و ثواب، جایز و ناجایز، از گناهکار چون تو مگر مضحک و خنددار نیست؟ و قرآن حرمت گذار
و زن را سنگسار مکن، به دستورات الهی به احترامی مکن و زن را در محضر عام روی جاده ها به جرم زنا درم مزن. مرد را که زن را مجبور به همچو کار نموده درزن، خود را درزن که باعث جنگ و فقر و فساد و ناامنی ها شده ای. تو اگر برای کسب قدرت و مقام و پول برادرت را نکشی، زن بیوه نمی گردد و بیوه یتیم دار در بدر و مجبور و گدایی نزد این و آن نمی رود. اگر تو بزرگ دست دختر 14 ساله را به پیر مرد 60 ساله ندهی، چرا زن از خانه شوهرش فرار نماید؟ اگر تو دختر ربایی و دختر فروشی نکنی، بدان که رقاص خانه های پشاور و لاهور و دیگر کشورهای اسلامی گرم نمی گردد. اگر تو مثل انسان با زن معامله نمایی، زن چرا خود را آتش بزند؟ قرآن نگفته است مرد حق دارد خواستهای غریزیش را هر وقت که دلش بخواهد بر زن تحمیل نماید و نگذارد زن تنها بدون محرم از خانه بیرون براید. این اوامر قرآن نیست، اینها و امثال آن از اوامر باداران تو است که جوهر انسانیت را در برابر پولهای امسایگان و کشورگشایان فروخته ای. از تو بعید نیست که این اما وحشت را براه اندازی و خلاف دین خدا و قانون طبیعت عمل نمایی. در طبیعت هیچ حیوان بر جنس مؤنثش چنین که تو می کنی نمی کند و بدان که خداوند هیچ موجود را بر جنس مخالفش جبار نمی خواهد. تو تنها موجود گم کرده راهی هستی که خلایق و خالق از تو بیزارند. تو موجود ترکیب یافته از بغض و کینه و نفرت و خشونت هستی. تو کودک جنگ و مرغ دست آموز این و آن هستی. ریش و لباس و لنگی تو نزد خدای تو ارزش ندارد، چون دل تو مسلمان نیست، دل تو با خدا نیست، دل تو مبرا از گرد غفلت و جهالت و نفرت نیست. تو مسلمان زاده پرورش یافته دست شیطانی. و شما ای ملت های بیچاره و خاموش و بی جنبش، هر روز مرگ را چرا پذیرفته اید؟ چاره این درد ها و مصیبت های شما بیداری و آگاهی و جرأت شماست. اگر از گرداب بی سوادی و عقب‌گرایی بی اتفاقی ها خود را و دریای علم و دانش و پیشرفت و اتفاق فرو ببرید، هیچ دست شما را نابود کردن نمی تواند. مرد عرصه ها باشید، نه قاتل زنان و دختران کنج خانه تان. به زن حرمت گذارید تا کودکان شما سالم و دلاغاه و با خدا بار آیند. زن را اسیر نسازید تا فرزندانتان در دامان مادر آزاده و سربلند و باسواد پرورش یابد، نه در آغوش یک کنیز دست و پا بسته مبتلا به دردها و مریضی های ناشی از عقده های عقارت و محرومیت و محکومیت ها. در هر دور سیاسی و ای مرد نکوش که عرصه تاخت و تازهایت جسم زنان باشد. اگر غیرت افغانی که به آن مینازی هنوز در نهادت زنده است، در برابر دشمنانت بپا خیز و بجنگ، نه در مقابل زنان. اگر وطن و مردمت را دوست داری، خود را از زیر بار این و آن آزاد گردان. تعبیز و تعصب‌های قومی و منطقه‌ای و زبانی را از سر سودا زده دور کن. زنان و مادرانتان را از دست این مسلمان نماهای کفر پرست نجات دهید که هیچ کشور یک تنه تنها با نیروی خشونتبار مرد سالاری و شگوفایی و پیروزی نمیرسد. بگذار زن مشاور تو در کارها باشد. بگذار زن کار کند و از قدرت اقتصادی و سیاسی به بهره نگردد. تو پرورش یافته بطن و خون و شیر زن هستی. تو را در بطن گرگ که پرورش ندادند. از قانون خلقت دور مرو، از حقیقت فرار مکن
و بدان که زن هست که تو هستی، و بدان که فردا روز قیامت تو را به نام مادرت فرا می خوانند، و بدان که وجود آدم به خلقت حوا نامکمل بود، و بدان که آفریدگار همه زیبایی ها را در وجود زن خلاصه نموده و با او قدرت خلقت را داده است، و تو مخلوق پرورش یافته بطن زن هستی ای غافل. خدا او را صبورتر و مهربانتر و بیدارتر و قویتر از تو آفریده است. و بدان که اگر زن نمی بود عالم نمی بود، نشان ز اولاد آدم. بیا بیا که برا که تو استخانم تو، بیا که یاد بتا به تو باز جانم تو، بیا بیا که برا که تو استخانم تو، بیا که یاد بتا به تو باز جانم تو، بیا بیا که پیرا شوام کجا رفتی، ز دوری تو دیگر طاقت و توانم تو، بیا بیا که پیرا که تو استخانم تو، بیا که یاد ویسا به تو باز جانم تو، بیا بیا که پیرا شما به نشرات رادیو آشنا از صدای امریکا گوش میدید. خب شنوندگان ارجمند، نثر والایی بود از خانم دانشمند شاعر گرانقدر خانم لیلا تیموری واحدی. خانم واحدی یک جهان ممنون شما، خواهش میکنم. چقدر مفاهیم بزرگه، با چی کلمات انصافاً دانشمندانه که هیچ دو توهین لفظی یا یک گپ چیز شخصی وجود نداره، جزی که یک واقعیت، یک اصل کلی زندگی انسان شما به چی زیبایی بیان کردین. اگر امی زن نمی بود، ای زن مادر است، بله، ای مردم از کجا می شدن؟ بله بله. خب یک جهان ممنونتان و شنوندگان عزیز، قرار وعده شما این نثر والا را شنیدین، واقعا که قابل ستایش هرچی بگوییم. این گفتار از این خانم دانشمند قابل هر نوع ستایش است. خواهش میکنم، شما زیاد تعریف نکنید. خب مسئولیت و وظیفه هر انسانی که من فکر میکنم، باور کنین، احساس داره هست که اگر احد میتونه واقعیت ها را صدایش بلند بکنه. یعنی خامی گپ یک گپ بسیار واضح هست لیلا جان، مگر ای کاش گوش شنوا در دنیای ما می بود. بله بله. و میشنید که واقعیت چی است. بله، من یک غزل دارم که او شرح میته که نباید انسان بی تفاوت زندگی کنه. میربانی کنین بفرماین، چرا ما به این پروگرام، شما میمان گران قدر ما هستین،
و امروز فرصت همین فرصت نیک مساعد شده که از شما بشنوان شنونده هایم. بله، ما در این غزل خود بعضی پیام های به شنونده خود یا خواننده ای سروده دارم و بله. من نمیگم که واقعا ما بسیار شاعر هستم که هیچ خطایی در شعر من نیست، ولی بازم این مشت از احساسات و عواطف من است که بیان میکنم و چون بسیار در مضمون من احساساتی شدم بله. این شعر من مقابلم قرار گرفت و خواستم بخوانم که یعنی انسان بی تفاوت بودن نمیتونه. بفرمایید. در پناه بی تفاوت زیستن کی زندگی است؟ زندگی بی جنبش و شور و تپش در ماندگی است. تا نجوشد خون غیرت در رگ گرم حیات، تار و پود سرد بیننگی نشان بندگی است. تا نلرزد کوه جانت از خروش حریت، سینه پر لعل تو محروم حتی بندگی است. زیب دامان زینت دامان عاشق عشق بی پایان اوست، زینت دامان عاشق عشق بی پایان اوست، آبروی ابر بالا از سر بارندگی است. گر نباشد آفتاب شب نمی گردد سحر، گر نباشد آفتاب شب نمی گردد سحر، روز یابد آن شب تابستن رخشندگی است. دامن بی حاصلی باید درید و سر کشید، رستن و رستن عزیزا دانه را فرخندگی است. شیر لیلا زنده سازد خاک مجنون در دمن، هر چه شور عشق دارد لایق پایندگی است. به به، نام خدا. واه 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 واه. شنوندگان ارجمند، شعر والای لیلا جان تیموری واحدی را استماع فرمودین. من دیگه چیز عرض به خاطر شعر ندارم، برای که جای برای عرض ما باقی نمانده، جزی که بگویم کلام والای نمه قدر میشه و احساس درونی یک انسان که به شکل کلمات جان میگیره به می پیمانه میشه. از این زیادتر آدم نمیفهم چی بگه. زیاد زنده باشین. شما زنده باشین. خدای تب گربار شما را همیشه تابان مثل همیشه داشته باشه. با سلامت باشین لیلا جان. تشکر. اینجا من میخواستم یک موضوع کوچک به عرض شما و شنونده های عزیز خود برسانم. چرا این شنونده های ما شاید بسیار شایع قضیه هستن که آثار شما را بله. اگر در اینترنت یا جایی دارین، اگر مو سایتتانه لطفاً بگوین که میره شنونده های ما یادداشت کنن، باز پسان سبب سرگردانیشان نشه که تلفن کنن و بگوین و اینا. ما سایت ندارم. ما یعنی دو سه سال پیش یک نشری، یک مجله داشتم به نام اثر. بله. او تقریبا دو سال نشر کردم. در او اشعار ما بود، نوشته هایم بود. باز نظر به وضع اقتصادی که دامنگیری همگی شده، نتونستم من این مجله را نشر بکنم و تلویزیون ها هم باعث شد که مردم ها متاسفانه فرهنگ مطالعه در بین ما بسیار زیاد ضعیف است و بعد از این تلویزیون ها توجه مردم زیاد تلویزیون ها جلب کرد و این نشریه نتونست که دوباره به نشر خود ادامه بده. دیگه من متاسفانه کدام سایت ندارم. انا از طریق برنامه میادگاه دل که هفته یک بار نشر میشه، بعضا اشعار ما نشر میشه و نوشتایم که البته درو برنامه در لابلایش همیشه هست. حالا اگر شنونده های ما بخواین، یعنی به اینترنت به کدام جای نیست که اشعار شما را خواسته باشن بکشن؟ طوری که قبلا به شما گفتم، غرض از نوشتن شعر و مقالات ما فقط دادن یک پیام است. هیچ وقت در صدد از این نبودیم که من مجموعه خود چاپ کنم، سایت داشته باشم. تقاضای دوستا بسیار است. انشالله من وادی قطعی نمیتونم یک کار میکنم که این اشعار به دسترس هموطنان عزیز من قرار بگیره. حتما انشالله خداوند موفق بسازه. تشکر.
ببینیم چی دارین دیگه برای امشب، برای گفتن به عزیزایی که دی دل شب بیدار شیشتن و به کلام والای شما گوش میکنن. اچه شما میخواین مضمون میخواین براتون مضمون را میخواین، اما یک چیز پیشتر فرمودین که یک نثر دارین گفتین باز میخواین، بله امورا بخوانین باز به اشعار روی میاریم. بسیار خوب، برف هم میبارن هم و بل. آلت برف هرچند بسیار آرام است، ولی من ارگاهی که به طرف برف نگاه میکنم و بریدن برف، اوهای عجیب در درون من بیدار میشه. سردی ها و از آلت هموطنانم و روزهای سردی که بیاد میارم از کابل، طفلک هایی که به در خانه ها میرفتن برای گدایی، بلش به ذهن من زنده میشه. و این نصر هم که من نوشته کردیم، سالها پیش اولین بار برف بارید و معمولا مردم امون تلفن میکنن برف نواز ما و برفی از شما، بله. یعنی آلت ها در این نوشته هست. در امتداد یک شب سرد، دیشب همه خواب بودند و هیچ کس ندید بر شاخه های برهنه شده باغ ها، چمن ها و جنگل ها و صحنه هولی های ما چی گذشت. هیچ کس نشنید که از همه جا صدای تنهایی، بیچارگی، بیاری و بیجانی و انجماد هو می زد. دیدم شاخه ها می لرزند و آشیانه ها ویران و پرندگان رفته اند. تن خاک سرد و تف باد پر از کافور است و آن را بر جسم بیجان شدگان می پاشد. تنم لرزید از سردی درون لرز، یک قطره اشک از دیدگانم فرو ریخت. سوزش خشک بر چشمان خود احساس کردم. با خود گفتم همه جا می سوزد، از سردی، از بی کسی و از بی یاری. آره این بار همه جا چنین می سوزد، بی آن که دود بر آسمان بلند شود. از درب حولی، از درب خانه به صحن اولی شدم. صدای دلخراش سراپایم را تکان داد. احساس کردم بر سینه کسی پا گذاشتم و این صدای شکستن قفس سینه کسی است. پاهایم لرزید و از حرکت باز ماندم. با وحشت و جایی که استاده بودم نگاه کردم. در روشنایی نیم رنگ ماه دیدم بر شاخه شکسته پا نهاده هم. شاخه را از زمین برداشتم، با بادل آگنده از درد و دقت به آن نگاه کردم. شاخه شکسته را شناختم، شاخه درخت سیب حولی ما بود، شاخه که تابستان برای ما سیب داده بود. آهسته گفتم تو هم برای همیش از درخت زندگی و محبت بهاران محروم شدی و طوفان استی تو را هم رو بود. آره طوفانی که سپای زمستان او را همراهی می کرد، با آیین نامه نابودی و بربادی بر همه جا تاخته بود و با شکستن و ریختن زمین را جنازه بردوش ساخته بود. صدای هو و سباد از همه جا بلند بود و آسمان نگاه کردم، گوشه از آن صاف و پرستاره و گوشه از آن تاریک و غبار آلود می نمود. گفتم تو با بی شما دیدگانت چگونه بر این زمین جنازه بردوش نگاه می کنی، ای شهر خورشید و ای سرزمین ابر و باران؟ مگر نمی بینی آب و خاک و باد و آتش ستمگر شده اند و سایه وحشت بر همه جا خیمه زده است و زمین از نابودی در استراب است؟ هنوز چشمانم بر آسمان بود و امواج از گفتنی ها در دلم موج می زد. ناگهان احساس کردم چیز شبیه برقو رخسارم را نوازش می کند. این بار در روشنایی نیم رنگ مهتاب برف را دیدم. خندم گرفت، با آواز بلند گفتم برف، برف. دستانم را به سوی آسمان بلند نمودم و گفتم تو جوابم را دادی، تو نمی توانی این همه مردگان را ببینی،
و تو ای چرخند چرخ بیقرار، میدانی زمین را باز کفن میپوشند و تا فردا که آفتاب سر از شرق بلند کند و آن دم که برف این حریر دلفریب پیش چشم آفتاب آب گردد، ستمگری ها پوشیده خواهد ماند. ولی من میدانم زیر این چادر سپید و پرده های دلفریب ریا چی سیه کاری های را پنهان کرده اند، زیرا دیدگان من باز است. من خواب نیستم و خورشید انسانیت هنوز غروب نکرده است. من میبینم چرخ فلک چگونه میچرخد و اینجا دور از نظرها چه میگذرد. برای لحظات چشمانم را بستم، برف رخسارم را نوازش میکرد. در امتداد شب در یک سکوت سرد و تنهایی کشنده، برف نوازشگر روح پریشانم گردید. وقتی دوباره دیدگانم را گشودم، زمین را کفن پوش یافتم. با هزار و یک سودا و چراها دوباره به داخل منزل شدم. سراپایم می لرزید. استراب ناشناخته را در خود احساس کردم. خواستم یک گیلاس چای داغ یا قهوه گرم درست کنم تا از این سردی درون لرز نجات یابم. اما شاخه شکسته سیب به یادم آمد که کفن پوش گردیده و در بهاران دیگر او را در باغچه ما نداریم. بغض گلویم را می فشرد. صدای هوس باد و شکست شاخه ها خواب را از چشمانم ربوده بود. آن شب تا سحر خوابم نبرد. هنوز روشنایی صبح کم رنگ بود که صدای تلفن مرا به خود آورد. گوشی را برداشتم. یک صدای آشنا بدون سلام گفت: برف نو از ما، برفی از شما، برف میبارد به فرمان خدا. به اختیار خندیدم و به تکرار گفتم: آره، برف میبارد به فرمان خدا، برف میبارد به فرمان خدا. البته پارچه های ادبی کوتاهی که من نوشته می کنم چیز باعث میشه که خاطرات آلت های از وطنم به یادم میاد. البته می خواهم با کنایه ها و بازی با کلمات تصاویر در قالب الفاظ بریزم که ذهن خواننده را به طرف امو بی‌عدالتی ها وحشت هایی که دامنگیر ملت ما سالها شده که هست دوباره. و متاسفانه نمیخوایم زیاد سر این دردها و دعاها صحبت کنم که خاطر شنونده های ما آزرده است، آزرده تر. خب به هر صورت شما شاعر هستین، احساس شما با ما مردم عادی فرق داره. واضح است شما زودتر از چیزی که ما حولتان میگذره متاثر میشین و همو همه چون نی به فقان آیم و چون چنگ بمویم. بله بله، همون قصه میشه. بله. و یک جهان ممنون از این شیر و شکری که شما به نظم و نثر جمع کردین. اگر آله به اجازه شما، یک شنونده ارجمند داریم از فاریاب بلین هستن. بفرمایید. ببینیم خدا کنه که به ارتباط موضوع، به ارتباط موضوعی که شما حرف زدین، مهربانی کردین، گفتنیای داشته باشن. خب شنونده ارجمند ما جناب آخوندزاده از فاریاب بلین هستن. آقای آخوندزاده سلام. خوشحالیلا که میمان امشبی تار به 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 امرای عمر مالکی یار لقبش دیلوی بود آن خوهر را. اگر وقت هست بپرسم حال آن را. خدا را شد صدایش را شنیدم. نصیب باشد که از نزدیک ببینم. او نام خدا چقدر انشالله. سلام عرض ادب برای برادر علی عمر ملک رو خواهر مهربان لیلا جان و تیمیر واحدی و سایر ادب دوستان و برنامه گمش از رو سلام تقدیم میدارم. علیکم السلام آقا. خوش آمد. شما همچنان برادر عزیز. این شعرم فلبدیه سرودم شد.
اگر سروده خواهر عزیز اگر سروده بگید داشته باشد برایم آدرس بدهند بسیار خوش میشه اگر چاپ شده باشد و یا شماره تلفن شما را بدهید از سبات ها اینو مستقیم از اینا یاد بگیرم بقیر همه بود زنده ما دیگر ما برو ببینیم اگر خود خانم تیموری میخواستن باز برنامه که تمام شد نمره تلفن خود به ما بتن ما باز خدمت شما میتیم این مربوط از اوناست که به تلفن رسیده میتونن نمیتونن چطور از خانم لیلا تیموری واحدی که نمره تلفن اینا خواستن باز بعد از اینکه برنامه تمام شد به شما عرض میکنیم رقمی که باز لازم میدیدیم حتما چرا نیه اولا ما از شنونده عزیز از این وطن عزیزی که از راه های دور با ما تماس گرفتن و این عمل لطف کردن ما تشکر میکنم و خوشحال هستم که وطنان ما این برنامه ها را تعقیب میکنن و متوجه پیام ها و اشعار که از برنامه شما پخش میشن هستن و از دوستشان یک جهان تشکر انشالله نمره را میتونیم برشان بتین چرا نی بخو علاوه ای که امروز مهمان شما هستم همیشه دوستارم ما هم با ایشان در تماس هستم مصاحبه ها داشتیم و خوش میشم با وطنان خود در تماس باشم زنده باشین باز بعد از برنامه امرتون گپ میزنیم چرا نی حال لیلا جان شنونده ارجمند دیگه داریم خب جناب آخوندزاده صاحب با شما باز معلوم دار با تماس میشیم مطمئن باشین که خواسته شما بی جواب نمیمونه خب شنوندگان ارجمند آل شنونده گرامی ما جناب عبدالقدیر مجنون از قیصار بلین هستن آقای مجنون سلام علیکم السلام جناب محترم بفرماین آقا بله صدایتان میایه بفرماین ای هد هد آقی ها که بری تازه ما خبر عرضی سلام گوی به آن اهل دل عمر مجهور در لقب ملکیار با وقار در جارباب علم و نهت پرتمر روشن بود جمعیر سکنده در سخن رواش در معانی اشعار و پرهنر مجهور زخون دل زند نامن و رقم لیلا شنیده در دل او تا کند اثر جناب محترم فل بدیه بوده اینا با خدا جالب است بله آقای مجنون اول خب جان من می اول با مهمان عزیز جان خب تیموری بله عرض سلام سلامت به یک سوال درسته بفرماین آقا خیلی خوش شدیم ما همه از نسل زن در وجود آمدیم پیغمبر خود سلام میروانی کردن که بهترین اولادهای شما دختران شما هست نه شک همه تاوروز خواهد که را که کسی در پای بیان جوان ها قتل هایی کردن خوارت هایی کردن و با دختران را در بدل او فروختن با خود نجات دادن آیا روز آزادی و دختران را خواهد دیدیم همه سوال داشتیم بفرمایید لیلا جان سوال کردن که کمک جرس ما سوالشون نفهمیدم اولا خواست همی آرزومندی خوده که همی پدرها یک روز شکوفایی همی دخترهای خوده خواد دیدن همی ظلم و همی ستمه که سر زن روا داشته شده یک روز همی زمستان به بهار تبدیل خواد شد سوال زینا بسره آرزوی همست و ما میفهمیم که جامعه ما یک جامعه انعنویست و بر اساس از این همیشه زن بیچاره از قنها و صده ها زیر سلطه مرد سالاری خرد و خمیر شده و مکتب نرفته درس نیاموخته در چهار دیوار خانه زندانی بوده وقت زن به آزادی حقه خود رسیده میتانه که کسانی که باسواد هستند کسانی که میفهمند راه ها را بر آموزش ای قشر محروم تا زن خودش باسواد نشد تا مرد خودش دانش از این را پیدا نکنه که بر زن احترام بگذاره متاسفانه ارقدر صداها بلند شوه ارقدر ما تلاش بکنیم به جای نمیرسه مردم ملت ما باید خودشان بیدار شوند خودشان باید تصمیم بگیرن و به می آگاهی برسن که از این بدبختی بالاخره خدا نجات بتن به حرفهای زاهدان ریایی که تنها پیش
صنایعی از دست از این آب داد و بیداد کرد و گفت مسلمانان مسلمانان مسلمانی مسلمانی از این آیین بیدینان پشیمانی پشیمانی فریب ای مسلمان های شیطان صفت نخورند و نگذارند که بیش از این خرافات با دین یکی شوه و زن هر روز تحت شرایط بسیار بد قرار بگیره. چرا نه اگر دانش و درخواه را پیدا بکنه مردم با سواد شوه فقر از این جامعه دور شوه انشالله او روز میرسه که خانم ها هم با آزادی خود برسن و با یک زندگی صلح و صفا ادامه بدن. با امید خدا روزی که انسان فهمید که موجود ارجمند و والا گوهر چون مادر یک زن است. بله. و به قدر از او فهمید و سر تعظیم فرود آورد و به او مقام به احترامی و به حرمتی نکرد. نکرد اون روز بله. کلام بهترین عالمه به سادگی که گفته شده که بهش زیر پای مادران است. اگر ایره فهمیدن انشالله همی آرزو به حقیقت پیمان بشه. اگر ایره فهمیدن که در روز آخرت هر انسان به نام مادر صدا میشه. بله. اینجا ببینین باریکی هست. بسیار یک مقام بزرگ است که خداوند به زنها داده. بشک. و اگر ایره فهمیدن که خداوند دوست دارد پرهیزگاران را، یعنی هر انسانی که پرهیزگار است طرف نوازش و محبت خداوند قرار میگیره. چی زن است چی مرد. بله. مردی که پرهیزگار نیست، مردی که بر نفس خود حاکم نیست، طالب زور و زر است و وقت تلفی میکنه، اون مرد هیچ ارزش در جامعه انسانی و نزد خدای خود داره. یک جهان تشکر. بشک. جناب مجنون یک جهان از سهمگیریتان تشکر. همچنان از اینا تشکری میکنم. شعر بسیار مقبول خواندن. من نمیفهمم. اون فل بدیه بودم یا میفهمین دیلا جان. چی میگه؟ یک دفعه لاینشان بود قطع شد. آه. پس تا پرودوسر مهربان و ارجمند ما جناب نجیب جان تا رفتن که پس لاین از اینا را بگیرن اینه می شعر گفته بود. شعر گفتن و ما ببینین ما چقدر امیال احساس نه به که ما را تعریف کردن. نی. تعریفی از ما یعنی تعریف و پشتیبانی از مقاله بود که ما خواندم. مطلق. از یک حقیقت بود نه؟ یعنی ما خود سال هاست شما می فهمین که در پاکستان ما برنامه های رادیویی داشتم و آرزوی ما همی بود که کوشش کنم همیشه پیام های عالی انسانی در به گوش ها برسانم و گاه گاهی پیش خود فکر میکنم گرچه تلاش ها و یم سعی و مبارزه ملت قسمی که فکر میشد به جای نرسیده، ولی باز هم اگر انسان توانسته باشه با قلم یا با گفتار کسی را بیدار کنه و آگاهی بده، همون ثواب است. بزرگ را کده همون ثواب است. بله. و ما یک خواهش از شما داریم لیلا جان عزیز که بعد از این مثل همیشه مهربان هستین، مهربانتر باشین، در برنامه زودتر سهم بگیرین با ما انشاءالله. همیشه نمنده های عزیز بسیار. بله. من با مالم دار روزگار میفهمین در امریکا شما را میفهمم مجبوریت های تانه چقدر فشارهایی است که بله. ما را وقتی هیچ چیز نمیمانه بر ما میفهمم. انشاءالله که بعد از این به برنامه زودتر سهم میگیرین و رنگین میسازین و حال ما از سهمگیری شما یک جهان ممنون و متشکر هستم. بسیار تشکر از اینکه سهم گرفتین. تشکر از شما. و امیال به می نقطه یک آهنگی داریم باز میشنویم. حتما. با تشکر از شما بی عزیز و شنونده های عزیز و شب زنده دار ما، یاران شب زنده دار ما، همه شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. الله یار و یاورتان. تشکر از شما. ما هم با همه خداحافظی میکنم. بسیاری لحظات زود تیر شد. بله. خب انشاءالله باز در برنامه های آینده هم حتما انشاءالله. حتما. خداحافظ. السلام. من به دل از در عاجزی بچی سرم به کجا رسم، همه ساز حکم برو برو همه جاست شور بیا بیا
مای من نوای بی نوایی، مای من نوای بی نوایی. حریف مایی بسم الله اگر حریف مایی مایی من نوایی بی نوایی 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 حریف مایی بسم الله اگر حریف مایی در بزم تو مهی خوچست فالم